آیت‌الله الله شیرازی در فرازی از سخنرانی خود در اجتماع عزاداران به مناسبت 28 م سفر سال روز شهادت رسول خدا فرمودند در تاریخ رسول خدا صلی الله علیه و آله نقطه های درخشانی وجود دارد که در طول تاریخ بی‌نظیر است یکی از آن موارد ماجرای فتح مکه است که رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از 20 سال دشمنی کفار بر آنان مسلط شدند اما برخورد همراه با اخلاق و رحمت با آنان داشتند معظم الله در ادامه فرمودند طبق عادت معمول و رایج در دنیا رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از فتح مکه باید افراد بسیاری را گردن می‌زدند اما چون این نکردند و مشرکان را مورد عف قرار دادند این مطلب باید به دنیا برسد ایشان همچنین تاکید فرمودند نقطه درخشان دیگری در تاریخ رسول خدا صلی الله علیه و آله این است که آن حضرت در تمام جنگ هایی که بر ایشان تحمیل شد پیروز شدند اما با این حال آن حضرت که همیشه پیروز بود حتی یک جنگ افروزی نکرد و به جایی یورش نبرد آیت الله ماشی شیرازی با اشاره به توطئه ترور پیامبر اکرم توسط برخی از منافقین فرمودند برگ درخشان دیگر در تاریخ رسول خدا صلی الله علیه و آله ماجرای ترور ایشان در عقبه بود و آن حضرت به خواست خداوند چهره آنان را دیدند اما هیچ گونه برخوردی با آن نکردند معظم الله در ادامه فرمودند نقاط درخشان تاریخ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله باید در قالب برنامه های مدرن و به روز مانند فیلمسازی و امثال آن به دنیا منتقل شود تاریخ آن حضرت مملو از زیبایی هایی است که دنیا از آن بی خبر است هر کس به مقدار توان خود باید در این مجال فعالیت کند ایشان همچنین تاکید فرمودند خدای متعال در قرآن کریم در رابطه با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در آیه 159 سوره آل عمران فرموده است به مرحمت خدا بود که با خلق مهربان گشتی و طبق این آیه از قرآن کریم پیامبر اکرم با مردم برخورد نرم و نیکو داشتند و نه برخورد خشن و سخت آیت الله العظمی شیرازی با اشاره به آیه 21 سوره احزاب فرمودند خدای متعال در این آیه فرموده است به یقین برای شما در زندگی پیامبر خدا سرمشق نیکویی است پس باید هر کس به هر مقدار که در توان دارد به آن حضرت در اخلاق و رفتار نزدیک شود مخصوصا رؤسای حکومت‌های اسلامی باید از ایشان بیاموزند و با مردم با اخلاق حسنه و نرمش تعامل کنند گفتن است که تحلیل بیانات آیت الله شیرازی در اجتماع عزاداران به مناسبت شهادت حضرت خاتم الانبیا امشب ساعت 22 به وقت ایران با حضور کارشناسان و با موضوع خاتم الانبیا و مسئولیت اخلاقی حاکمان از رهنمودهای قرآن تا عمل در حکومت‌های اسلامی در برنامه امشب پانورما در بخش فارسی شبکه جهانی امام حسین علیه السلام به صورت زنده پخش می‌شود.